منم سلام عرض میکنم خدمت همه دعوت کنندگان گرامی. دکتر کابیانپور، خیلی ممنون از معرفی خیلی جامع و کاملتون. خیلی از عکسایی که شما نشون دادین من خودم ندارم و خیلی برام جالب بود عکسایی که نشون دادین. همچنین دکتر اجادی، دکتر بهشتی، دکتر اسکریان و بقیه همکاران که زحمت کشیدن این برنامه رو برنامه ریزی کردن، و همچنین خیر مقدم به همه دانشجویان عزیز. امیدوارم که این جلسه براشون مفید باشه. امروز صحبت من بیشتر در مورد سیل های فروردین 98 هست، سال 2009، که مناطق زیادی از ایران رو درگیر کرد و بیشتر مطالبی که ارائه میشه امروز قسمتی از کار دکترای خانم آنسه البرزی هست و یه قسمتی از کار خانم الیزا رنیو که ایشون البته فارغ التحصیل شدن، الان استاد دانشگاه دلفت در هلند هستن، و عده دیگه از همکاران که اسمشون رو اینجا لیست کردم. تو این صحبت شما میدونم افراد از بک‌گراند های مختلف اینجا هستن. اگر اجازه بدین من ابتدا یک خلاصه از نتایج بررسی های ما برای سیل های اخیر در گلستان، لرستان و شیراز من ارائه میدم، بدون اینکه وارد متد و جزئیات بشم. بعد از یک خلاصه کلی برمیگردم دوباره به جزئیات و یه مقدار بیشتر به مدل ها و روش هایی که استفاده کردیم میپردازم. امیدوارم خیلی این مناسب گروه باشه. این تصویری که اینجا میبینین هم یکی از تصویرهای ماهواره‌ای که البته ترکیب چند تا تصویر ماهواره‌ای است که کرخ و دز رو نشون میده. این دوتا رودخونه محل تلاقی طبیعی ندارن و به خاطر سیلی که اتفاق افتاد این دوتا رودخونه تقریبا یکی شدن و فقط تو همین عکس هوایی، البته بعدا میگن که چطور میشه یه همچین تصاویری هم درست کرد در ادامه صحبت، ما یک آرزه اینجا میبینیم. یه در واقع جاده هست که خودش به تنهایی به اندازه مثل یک سد عمل میکنه و آب و به مدت قابل توجهی پشت خودش نگه میداره، که این یکی از در واقع سازه های انسان ساخته که در این مورد خاص داره تاثیر میذاره روی پهنه بندی سیل. و حالا در مورد اینها بیشتر صحبت کنیم. همونطور که گفتم من مستقیم وارد نتایج میشم و بعد برمیگردم به متدها. بذارین از گلستان شروع کنیم. در گلستان اگه به بارندگی که اتفاق افتاد نگاه بکنیم و در واقع فریکونسی انالیسیس انجام بدیم، میبینیم که بارندگی که در گلستان اتفاق افتاد در فروردین 98 در سال 2019 هیچ وقت در گذشته ما چیزی شبیه اون رو نداشتیم. این ستاره قرمز توی شکل بالا بارندگی که در اون سال بارندگی روزانه هست که اتفاق افتاد. البته ما روزانه رو روزانه حد اکثری حساب میکنیم، نه مثلا 6 صبح تا 6 بعد از ظهر یا حالا هر طریقی دیتا تولید میشه، بلکه 24 ساعتی که حد اکثر بارون رو نشون میده. و همینطور ما یه روند رو به رشدی تقریبا ما روی دیتاهای اکستریم میبینیم. این بارندگی اگر ما سال 2019 رو حذف کنیم، یعنی فرض کنیم اتفاق نیفتاده باشه، اگر ما حساب میکردیم که دور بازگشت یه همچین بارندگی چقدر هست قبل از سال 2019، حدوداً 400 ساله در میومد. حالا که این بارندگی اتفاق افتاده، اگه ما دوباره دور بازگشت رو حساب کنیم، البته من بعداً دوباره اشاره میکنم چجوری اینها رو انجام بدیم، یه بارندگی با دور بازگشت حدوداً 220 سال میشه که خیلی بارندگی قابل توجهی است. این بارندگی به تنهایی سیل 100 ساله ما رو حدوداً 10 میلیمتر افزایش داد. یعنی قبل از اون بارندگی 100 ساله ما در 24 ساعت 117 میلیمتر بود، حالا 127 میلیمتر. و این تو این مورد خاص ما در واقع یک اکستریمی داشتیم که هیچ وقت در گذشته باش روبرو نبودیم. نکته جالب اینجاست که ما اگر به متوسط بارندگی نگاه بکنیم، در واقع بارندگی سالانه نگاه بکنیم توی این سالهای اخیر از 1953 تا الان، این در واقع گراف سمت بالا، میبینیم که یک روند نزولی داره. یعنی منطقه
تا حدی میشه گفت خشک شده، روند نزولی که در گراف قسمت بالا میبینیم. حالا اگر از همین دیتا های بارندگی ما اکستریم ها رو در بیاریم و در واقع به انوال ماکسیما بیشترین اکستریم سالانه هر سال نگاه بکنیم، یه روند کاملا برعکس میبینیم. اون میشه خط آبی که نشونه روند به سمت بالا رو به رشد داره. پس ما با منطقه رو به رو هستیم که بارندگی به طور کلی به طور متوسط در واقع انگار داره کاهش پیدا میکنه، ولی در واقع اکستریم های بارندگیمون یا بارندگی های شدیدمون داره افزایش پیدا میکنه. توی این مورد خاص هم اگر ما به فصل بارندگی دقت بکنیم میبینیم که بیشتر تو شکل سمت راست، بالا سمت راست، در واقع ما داریم زمان رخداد اکستریم ها رو در سالهای گذشته نگاه میکنیم که بیشتر اونها تو منطقه گلستان بین سپتامبر تا نوامبر اتفاق میفته، ولی سیل سال 2019 که با رنگ آبی نشون داده شده که بالاترین مقدار هم هست، یه مقدار خارج از فصلی بود که این بارندگی ها اتفاق میفته. توی این بارندگی این چنینی اتفاق میفته. ما برای اینکه بحث‌های انسانی و اقلیمی رو بررسی کنیم به خیلی مسائل نگاه کردیم که حالا من به خلاصه اینها اشاره میکنم. یکی از بحث‌هایی که برای ما خیلی مهم بود بحث برف است. ما اگر اینجا دو تا شکل داریم، پایین سمت چپ و سمت راست، هر دو پوشش برف رو نشون میده قبل از سیل و بعد از سیل. چرا ما به این قضیه نگاه میکنیم؟ به خاطر اینکه سیل میتونه به خاطر ذوب سریع برف ایجاد بشه و برای ما این یکی از پارامترهای مهم بود که نگاه کردیم بشه و متوجه شدیم که تو این کیس خاص برف نمیتونست، یا ذوب شدید برف نمیتونست احتمالا عامل تشدید سیل شده باشه. چرا که قبل از اگه ما قبل و بعد رو نگاه بکنیم میبینیم که پوشش برف به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرد. پس میشه گفت که احتمالا بحث ذوب سریع برف نبوده. ما اگر به در واقع پوشش زمین نگاه بکنیم، به لند کاور نگاه بکنیم، بر اساس دیتاهای ماهواره‌ای، برف هم بر اساس دیتاهای ماهواره‌ای بود، این هم بر اساس دیتاهای ماهواره‌ای مودیس اگه ما نگاه بکنیم، میبینیم که مقدار در واقع جنگل زدایی در بالادست منطقه سیل به طرز قابل توجهی زیاد هست. ما اینجا دو تا تصویر میبینیم، سمت چپ 2006، سمت راست 2016. یعنی این دو تا تصویر 10 سال با هم زمانی فرق دارن و همون چیز رو نشون میدن و این شکل کوچیکتر بالا سمت چپ در واقع داره خلاصه میکنه که ما چی از این دو تا تصویر میبینیم. همونطور که میبینیم توی 10 سال تقریبا 11% جنگل ها مناطق جنگلی از دست رفته. جنگل ها هم این سرنگ سبز هستند که توی تصویر میبینیم و این حدودا معادل 300 کیلومتر مربع در این منطقه و طبیعتا این تاثیر قابل توجهی روی تشدید سیل ها در این منطقه داشته. بحث عوارض طبیعی رو ما خیلی دوست داشتیم نگاه بکنیم. اینا دو تا تصویر ماهواره‌ای هست از پهنه بندی سیل در اطراف شهر آقلا. همونطور که می‌بینین آب، یا شاید هم شنیده باشیم در اخبار که آب رودخونه در واقع منحرف میشه، منحرفش میکنن که از شهر دور بشه، ولی این آب در منطقه برای مدت خیلی زیاد میمونه، چند هفته این آب میمونه و تو خود تصویر ما نقش عوارض انسانی مثل جاده و خط آهن رو همینجور مستقیم میبینیم. البته به راحتی نمیشد این رو در واقع با عدد و رقم کوانتیفای کرد که اثرش چی بود، ولی به هر حال اینکه چرا آب منحرف شد به این شکل و حالا آیا این بهترین تصمیم بود یا نه خیلی مشخص نیست. بحث سطح ها هم اینجا خیلی مهم هست که حالا من برمیگردم به بحث سطح ها بعد از اینکه در مورد لرستان صحبت کردیم. یه خلاصه در مورد سیل لرستان. در مورد لرستان ما اگه به
به بارندگی روزانه نگاه بکنیم، یه بارندگی حدوداً 60 ساله بود در سال 2019، این ستاره آبی در انتهای خط آبی. ولی ما سال 2016 یه همچین بارندگی با همین مقدار تقریبا داشتیم. اگه 2016 ستاره سبز رو ببینیم تقریبا شبیه همون ستاره آبی هست، ولی 2016 خیلی به اون شدت اتفاق نیفتاد. برای همین ما خیلی از پارامترها رو نگاه کردیم، از جمله رطوبت خاک. رطوبت خاک تو تصویر پایین نشون داده شده بر اساس دیتاهای ماهواره‌ای سمپ. چیزی که اینجا قابل توجهه، شما اگر رطوبت خاک رو در سال 2016 قبل از سیل ببینین خیلی کم بوده. اون ستاره سبز در تصویر پایین رطوبت خاک یا سویل مویسچر قبل از سیل بوده که خاک خیلی خشک بوده و بعد سیل اتفاق میفته و رطوبت خاک افزایش پیدا میکنه و مقدار زیادی از بارندگی در خاک جذب میشه. ولی تو سال 2019 قبل از سیل این دو تا ستاره آبی و قرمز رو اگه نگاه بکنید ببینید قبل و بعد از سیل رطوبت خاک خیلی بالا بوده و تقریبا در چندین روز، در 10 روز قبل از سیل هم رطوبت خاک خیلی بالا بوده، به دلیل اینکه چندین بارندگی پشت سر هم اتفاق افتاد و این تاثیر خیلی زیادی در تشدید سیل داشت. حالا اگر ما به بارندگی 10 روزه نگاه بکنیم به جای 1 روزه، چون ما میدونیم که در اون در مورد سیل لرستان بارندگی های هم قبلا اتفاق افتاده بود، باز به یک اکستریمی میرسیم که در گذشته هیچ وقت ندیدیم و اون ستاره رو خط قرمز بالا هست. در واقع اگه به بارندگی 10 روزه نگاه کنیم یک بارندگی بیشتر از 100 سال میشه گفت حساب میشه که باز هم بسیار قابل توجه. در مورد لرستان هم باز یه چیزی شبیه پترن گلستان ما میبینیم. اکستریم های ما خط آبی یه روند رو به رشد نشون میده، در حالی که اگر به بارندگی کل به صورت سالانه نگاه بکنیم یه روند نزولی، البته نزولی خیلی کم از خودش نشون میده. میشه گفت که تقریبا بارندگی خیلی تغییر قابل توجهی نکرده به طور کلی، ولی بارندگی های اکستریم ما خیلی شدید شده و این روند به خصوص تو سالهای اخیر ظاهرا تشدید شده. از نظر فصلی و فصل بندی بارندگی که در لرستان اتفاق افتاد چیزی بود که خیلی غیر عادی نبود و بارندگی های اکستریم قبلی هم خیلی هاشون در همین فصل اتفاق افتاد بود، ولی وقتی به برف نگاه کردیم نکته خیلی جالبی به دست اومد. مثل کیس قبل اینجا ما دو تا تصویر داریم، هر دو تصاویر ماهواره‌ای هست. سمت چپ پوشش برف بر اساس مودیس، دیتای ماهواره‌ای مودیس، و سمت راست همون تصویر بعد از سیل. تو تصویر سمت چپ همونطور که می‌بینیم برف خیلی بیشتر هست و بعد از سیل بیشتر از 60% برف آب شده. تو این مورد خاص نشون میده که برف نقش فوق‌العاده قابل توجهی در تشدید سیل داشته و در واقع مقدار خیلی زیادی برف در این حوزه ظرف مدت خیلی کوتاهی آب شده، که خب هم بحث دما مطرح هست به خاطر دما بوده و همین که بارندگی روی برف خودش ذوب برف رو تشدید میکنه و یکی از عوامل تشدید کننده این بحث بارندگی روی برف بود. توی بحث لرستان عامل انسانی اصلی غیر از سدها که حالا در موردش من دوباره بعدا صحبت میکنم، چیزی که میشه گفت این که رودخانه ما به خصوص تو مناطق شهری به شدت باریک شده به خاطر ساخت و سازهایی که توی حوزه شهری به طرز قابل توجهی توی این منطقه انجام شده. در بحث شیراز داستان کاملا متفاوت بود. بارندگی که اتفاق افتاد به هیچ عنوان نمیشه گفت بارندگی خیلی زیاد، میشه تقریبا یه بارندگی 5 ساله بود. البته باز برمیگردم به اینکه ما چجوری اینها رو حساب میکنیم و حالا چه روش هایی وجود داره که ما همونطور که گفتم ما توی بعضی مچه ها تغییراتی روی اکستریم ها داریم و برای اینها باید مدل های نایس ها استفاده کنیم که من به اینها همه با جزئیات بیشتر برمیگردم. در مورد شیراز
در واقع بارندگی که اصلا در حد بارندگی های گلستان و لرستان نبود خسارت خیلی بیشتری زد، به خصوص خسارت جانی خیلی زیادی قابل توجهی که تو این مورد هم حتما شاید شنیدین در گزارش ها تصاویری هم منتشر شده از تصاویر قدیم شیراز کنار دروازه قرآن که یک در واقع دره بود که آبرو قدیمی یک مسیلی که در اغلب موارد خوش بود ولی آب سیل رو منتقل میکرد که الان با نخاله های ساختمانی پر شده و یک لوله اونجا جایگزین کردن که متاسفانه لوله جوابگو نبود و فاجعه به بار اومد و تا جایی که من میدونم هنوز تغییر قابل توجهی در اون منطقه انجام نشد. اگر بخوایم به عامل انسانی دقیق تر نگاه کنیم، یکی از مهمترین ها بحث گسترش شهری است. ما اینجا دو تا تصویر میبینیم، باز هم بر اساس دیتاهای ماهواره‌ای، عکس‌های هوایی. سمت چپ 1975، سمت راست 2015 و اینها در واقع گسترش شهری و دنسیتی و در واقع چگالی گسترش شهری رو نشون میده. اون قسمت در سال 1975 ما در واقع منطقه شهری با دنسیتی خیلی بالا نداشتیم و الان تقریبا تمام شیراز جزء اون هست و از همه مهمتر در قسمتی که با مرز قرمز نشون داده شده، اینجا جایی هست که بارندگی بیشتر اونجا رخ داد و سیل از اونجا شروع شد. ما اگه به این منطقه نگاه بکنیم میبینیم که این منطقه در گذشته هیچ توسعه‌ای نداشت، یعنی کاملا بایر بود و الان ولی قسمت زیادی از اون توسعه پیدا کرده و در بالا دست اون هم شیب‌های تند هست، یعنی بارندگی با سرعت زیاد حرکت میکنه، فرسایش گلولای رو با خودش میاره و متاسفانه احتمالاً بعد از اضافه کردن این در واقع مناطق شهری احتمالاً بحث جمع‌آوری آب‌ها درست به هر حال طراحی نشده، به هر ترتیب اون فاجعه در شیراز به بار اومد. بحث سدها قطعا خیلی مهم است. وقتی سد خب هم میتونه سیل رو جلوی سیل رو بگیره و هم اگر مدیریتش نادرست باشه یا اشکال داشته باشه ممکنه سیل رو تشدید بکنه. ما خیلی سعی کردیم که آمار ورودی سدها، خروجی و در واقع استوریج ذخیره سدها رو به دست بیاریم برای اینکه بتونیم مستقیما بررسی کنیم ببینیم نقش سدها چطور بوده و آیا میشد راهی وجود داشت که مثلا فرض کنیم با تخلیه سری یا حالا هر چیزی تا حدی اثرات سدها رو کاهش بده. متاسفانه من به هر طریقی که تلاش کردم نتونستیم دیتاهای ورودی، خروجی و استوریج سدهای بالادست این مناطقی که مطالعه کردیم رو به دست بیاریم. به خاطر همین با عدد و رقم خیلی امکانش نبود برای ما که اثر سدها رو بررسی کنیم. ولی ما در مورد گلستان به خصوص وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اگر به دبی نگاه کنیم، من تا الان در مورد بارندگی صحبت میکردم، اگر به دبی آب نگاه بکنیم، در دبی رودخانه در واقع نگاه بکنیم که پایین دست سد هست، جایی که ما تونستیم یه آماری پیدا بکنیم، دبی درست بارندگی ما شدیدترین بارندگی بود که قبلا دیدیم ولی دبی بالاترین دبی نبود، حداقل در دوره آماری که ما پیدا کردیم. ولی در این حال هم سد موقع بارندگی، موقع شروع بارندگی تقریبا پر بوده و این خیلی سوال ایجاد میکنه که خب حالا تا چه حد اون دبی که ما داریم میبینیم با سد کنترل شده بوده و اینکه در طول این چند روز چند هفته ای که سیل در واقع در گلستان در جریان بود بحث ورودی و خروجی سد چی بوده و چقدر تاثیر داشته. میشه گفت که احتمالاً اگر سد خیلی زودتر خالی میشد شده بود، چون پیشبینی شده بود این بارندگی و من یادم حتی خودم این پیشبینی ها رو توی سوشال توی اینستاگرام شیر میکردم قبل از تقریبا یه هفته قبل از سیل. شاید میشد احتمالا میشد بهتر کنترل کرد این
سیل رو در منطقه آبدولاب به خصوص، ولی باز هم به خاطر نبودن دیتا ما نمیتونیم با عدد رقم این رو بررسی کنیم. توی این مورد خاص من این رو در مقالات خیلی زیاد دیدم که وقتی بحث مطالعات سیل میشه در حوزه هایی که بالاخره سد داره و عواملی مثل که مخزن داره، افراد با مستقیما با دبی رودخونه به تنهایی کار میکنن و سیل رو با اون برد. به نظر من این کار اشتباه هست بخاطر و میتونه خیلی خیلی غلط انداز باشه. به خاطر همین هم ما توی بیشتر آنالیزمون با بارندگی کار کردیم. با دبی رو فقط موقعی میشه استفاده کرد به خصوص تو حوزه هایی که سد بزرگ دارن. وقتی که ما ورودی و خروجی سد و استوریج مخازنمون رو بدونیم، اگر ندونیم، اگه بخوایم مستقیما از رانآف استفاده کنیم یا دبی رودخونه، ممکنه به نتایج غیر منطقی برسه که متاسفانه این دیوار بزرگی در سد راه ما بود. حداقل گرفتن دیتا برای ما راحت نبود. من یک خلاصه خیلی سریع بگم از این سه مورد سیل، که خب یک مورد بحث گلستان، خب بارندگی بسیار شدید که ما هیچ وقت شبیه اون رو نداشتیم. لرستان شبیه اون رو داشتیم ولی یک کسکید یا استفاده تناوبی از حوادث بود، چندین سیل در واقع بارندگی شدید که اون سیل شدید رو ایجاد کرد. و بحث برف که یکی از، حالا من به این بحث برف دوباره برمیگردم، برف در ایران بسیار ناشناخته است و خیلی جای کار داره و هنوز ما آمار درست و خوبی از برف در ارتفاعاتمون نداریم. همه اینها عامل انسانی خیلی قابل توجه داشتن. در بحث گلستان من به جنگل زدایی اشاره کردم، ولی اگه دقیق تر نگاه کنیم به نقشه های ماهواره‌ای اثر عوارض انسانی رو میبینیم، که البته خیلی سخته که ما با عدد و رقم بگیم اثرش چی بوده، ولی به هر حال بوده. در لرستان بحث کوچک شدن پهنه فلاتپلین، جایی که در واقع جایی برای سیلاب نموده به خاطر گسترش تجاوز به حریم رودخونه ببخشید. و در شیراز هم که بحث از بین بردن مسیل های طبیعی که عامل اصلی بود. حالا توی این موارد هنوز سوال های زیادی وجود داره. بزرگترینش در مورد نقش سدهاست که هنوز ما خیلی نتونستیم این رو بررسی کنیم. بحث جاده ها و خطوط آهن که هم در اینجا شما تصویری از محل تلاقی دز و کارون داریم میبینیم و سمت چپ هم که سمت کرخه، باز هم ما اینجا میبینیم که یه سری از جاده ها مثل سد عمل میکنن در این مورد. حالا اینا سوال هست که خب اینا چجور ساخته شده، اینا به عمد به این شکل ساخته شده یا اینکه قطعا اینطوری نیست. و بعضی از اینها روزها سیل رو پشت خودش نگه داشت و مشکلات خیلی زیادی ایجاد کرد. حالا یه مقدار اگه اجازه بدین وارد جزئیات بشیم، در مورد متدها صحبت کنیم. اول از همه در مورد این عکسای ماهواره‌ای که من نشون دادم، به خصوص پهنه بندی سیل، که ما چجوری اینها رو ایجاد میکنیم شاید برای خیلی جالب باشه. اینجا ما داریم دو تا تصویر ماهواره‌ای میبینیم از همین سیل یک سال پیش در منطقه سیستان. تصویر بالا قبل از سیل هست، تصویر پایین بعد از سیل. هر دوتا اینا تصویرهای در واقع انگار عکس هوایی هست بر اساس دیتای ماهواره سنتینل که با رنگ طبیعی است. در واقع این چیزی که شما از در واقع نچرال کالر یا رنگ طبیعی میگیرید. اگه شما با دقت نگاه کنید اثرات سیل رو ممکنه پیدا کنید، ولی خیلی سخته که شما سیل رو تشخیص بدید به خاطر اینکه سیلاب اغلب گلالوده و با رنگ زمین خیلی شبیه، و این کارو خیلی سخت میکنه که شما پهنه سیل رو در بیارین، مساحتش رو حساب کنین. و کاری که ما انجام میدیم که این در واقع با سعی و خطا در اومده، اگر بر اساس همین، شما میدونین که دیتاهای ماهواره اغلب به شما بندهای جدا جدا هم میدن، اگر ما شورت ویف اینفرارد، نیر اینفرارد و کانال آبی رو، این ستا رو با هم ترکیب کنیم، یه همچین شکل میبینیم. این عین شکل قبلی هست، فقط رنگ ها رنگ های طبیعی دیگه نیست. این در واقع یه جور
ترکیبی هست که سیلاب رو خیلی واضح نشون میده. شما الان بالا و پایین رو مقایسه کنید، خیلی راحت میتونید منطقاییه که در سیل تحت تاثیر قرار گرفتن رو تشخیص بدید، و اگر مثلا از گوگل ارت انجین استفاده بکنید میتونید سریع مساحت رو حساب کنید و حتی کارهای استاتیستیکی انجام بدید. این یکی از روش هایی که ما استفاده میکنیم برای بحث پهنه بندی سیل. توی متد ها همونطور که گفتم ما خیلی جاها داریم میبینیم که اکستریم هامون تغییر کرده، افزایش پیدا کرده، و برای اینها ما مدل های عادی که برای فریکونسی انالیسیس استفاده میکنیم عموما کاربرد نداره و در واقع ایجاد مشکل میکنه اگه باز روش های عادی استفاده کنیم. در واقع بعد مدل های نان استیشنری یا فکر میکنم اصطلاحش ناایستایی باشه، ناایستا رو در واقع بررسی کنیم. حالا من یه مقدار با جزئیات بیشتری توضیح بدم که ما چه مدلی استفاده میکنیم. ما تقریبا یک سال پیش این مدل پرونیوا رو چاپ کردیم که کدش هم در وبسایت من هست، Process Informed Non-Stationary Extreme Value Analysis or PRONEVA. این مدل در واقع مدل جنرال هست که به شما اجازه میده اکستریم ها رو بررسی کنیم با روش های مختلف، اینا همه ترکیب شده توی یه پکیج. از نظر مدل هایی که وجود داره داخل این پکیج شامل GEV یا Generalized Extreme Value Model یا Pareto Generalized Pareto Model یا Log Pearson Type 3. دلیل این که مدل های متفاوت داریم برای اینکه بعضی از اینها برای فرض کنیم مثلا ممکنه رانآف بهتره که برای دبی رودخونه لاگ پیرسون استفاده بشه، برای بارندگی GEV یا حالا برای کارهای مختلف اینها در واقع دیستریبیوشن های مختلف اینجا جا داده شده تو این پکیج برای کارهای مختلف. و همونطور که گفتم ما بعضی جاها تغییراتی در اکستریم ها داریم. ما یه سری فانکشن هایی از قبل ساختیم که به شما اجازه میده که تغییراتی که داریم در اکستریم ها میبینیم رو بتونیم اینها رو اضافه کنیم در پروسه اصطلاحا فریکونسی انالیسیس، یعنی که ریترن پریود در آوردن ایونت ها، که هم فانکشن های خطی هست و هم غیر خطی. حالا چرا ما به اینها احتیاج داریم؟ اینجا دو تا شکل داریم میبینیم، هر دو تا شکل دارن دما رو در طول 50-60 سال نشون میدن. در شکل سمت راست اگر ما فرض کنیم که اکستریم هامون تغییر خاصی در زمان نمی کنه، در واقع انگار فرض استیشنریتی کردیم یا فرض ایستایی کردیم. در اون حالت ما اگر فرض کنیم که از مدل جنرالایزد اکستریم ولیو مدل داریم استفاده میکنیم برای تعریف، برای در واقع توضیح دادن اکستریم هامون، فرض میکنیم که پارامترهایی که تو این مدل هست، تو این مدل GEV که سه تا پارامتر، پارامترها ثابتن، در طول زمان تغییر نمیکنن. ولی اگر مثلا با یک فانکشن مثلا خطی بخوایم تغییرات اکستریم ها رو مدل کنیم، اون موقع پارامترهای ما، یک یا چند پارامتر ما ممکنه لازم بشه که تابعی از زمان بشه. مثلا فرض کنید اگه سه تا پارامتر داریم، یک یا دو تا یا حتی سه تاش تابعی از زمان، اینجا به صورت تی نشون داده شده در سمت چپ. ما هر دو نوع رو، حالا جزئیات بیشترم در این مقاله رنگ و اتل در Advances in Water Resources هست، هر دوی اینها در واقع تو این کدی که گفتم هست و خود سورس کد هم در دسترس هست توی وبسایت من، لینکش رو اینجا گذاشتم. این مدل یک بر اساس یک روش بیژین و مارکوف چین مونته کارلو پارامترها رو به طور اتوماتیک استیمیت میکنه، تخمین میزنه. و خوبی اون روش مارکوف چین مونته کارلو MCMC هم اینه که به شما یک در واقع یک رنج عدم قطعیت هم میده، اون رنج اضافه میشه و به شما کمک میکنه که در واقع انگار یه لوئر باوند آپر باوندی برای اکستریم هایی که آنالیز کردیم به دست بیارید. قسمت MCMC هم یک مدل هایبرید MCMC جدید هست که اون آقای دکتر مشتبه صادق از همکاران سابق دیولوب کرده که الان استاد دانشگاه بویزی استیت هست. و همچنین یه سری هم
در واقع کرایتری های متریکس هایی هست برای تست کردن این مدل که آره مدل جواب میده یا نمیده. بعضی از اینا بر اساس مدل های بیژن هست مثل BIC و بعضی هم بر اساس مثلا نش ساتلیف یا روبینز. خروجی که به شما میده چیزی شبیه اینه، در واقع اصطلاحا ریتن لول ریتن پریود کرو، یا در واقع همون دوره بازگشت بر اساس حالا اون فرضی که شما کردیم، حالا به صورت ایستایی یا نایستایی. و غیر از اون یه سری چیزهای دیگه به کانسپت هایی مثل expected waiting time and effective return level که حالا فکر میکنم از حوصله جمع خارج باشه که بخوایم بریم وارد جزئیات اون expected waiting time بشیم یا حالا effective return period. اینا همه جزئیات در این مقاله‌ای که اشاره کردم اینجا هست و اگرم به ژورنال دسترسی ندارین تو وبسایت من پی دی اف این مقالات هم هست در وبسایت شخصی دانشگاه. حالا ما چرا به این میگیم process informed non-stationary analysis؟ اغلب مقالاتی که در این زمینه هست بحث تغییرات رو در طول زمان نگاه میکنن. ما میخواستیم تغییرات رو بر اساس عامل ایجاد کننده تغییر نگاه میکنیم. یه مثال خوبش همین بحث تغییرات اقلیمی هست. همه قبول فکر می‌کنم تو این جمع قبول داشته باشن که به خاطر افزایش دی اکسید کربن در اتمسفر به حال اتمسفر ما گرم‌تر شده. خب این یعنی ما عامل گرم شدن رو می‌شناسیم یا حداقل یک عامل مهم گرم شدن رو می‌شناسیم. حالا سوال اینه که ما می‌تونیم به جای زمان دی اکسید کربن رو استفاده کنیم برای تعریف، برای در واقع به دست آوردن تغییرات اکستریم ها یا توضیح دادن اون بر اساس تغییرات اکستریم ها. حالا این به چه شکل هست؟ فرض کنیم که ما دیتای دما داریم و میخوایم بر اساس مدل GED اکستریم هامون رو آنالیز کنیم، ببینیم که اکستریم های ما چه تغییری کردن، چه اتفاقی براشون افتاده. همونطور که گفتم تو بحث نان استیشنری و نایستایی، ما اگه مدل ما سه تا پارامتر داره، یک یا حالا هر سه تاش رو ممکنه یه تابعی از زمان بکنیم که ببینیم در طول زمان این اکستریم های ما چه تغییری کرده. با این روش پروسس اینفورم شما میتونید زمان رو حذف کنید و به جای زمان یک چیزی مثلا غلظت CO2 در اتمسفر XC تو این اکویشن پایین، تو این معادله پایین، به جای زمان در واقع کانسنتریشن غلظت دی اکسید کربن رو قرار بدیم. همه اینها توی این پکیج کد شده و مثال هاش هم در همون پیپری که اشاره کردم هست. و البته اینو میشه برای چیزهای دیگه انجام داد، میشه همین CO2 رو با بارندگی های شدید نگاه کرد یا با افزایش سطح دریاها. چیز دیگه که خیلی مهمه و شامل همین بحث پروسس اینفورم میشه بحث توسعه شهری است. تو بحث سیل همه ما میدونیم که اگر مناطق شهری افزایش پیدا کنه و ما به در واقع راناف یا به دبی نگاه بکنیم، چون نفوذپذیری سد کم میشه، دبی افزایش پیدا میکنه، قاعدتا راناف شهری افزایش پیدا میکنه و سیل احتمالاً تشدید میشه. ولی ما در روش هایی که برای آنالیز ریسک استفاده میکنیم به هیچ عنوان رو در نظر نمیگیریم. ما اصلا بحث شهر وجود نداره، ما یک آماری داریم، به این آمار یک مدلی رو فیت میکنیم و از روی این در میاریم مثلا بارندگی 100 ساله ما چیه، بارندگی 50 ساله ما چیه، حالا شهر ما هر چی میخواد باشه. ما فکر کردیم که خب این روش نمیتونه خیلی درست باشه. ما اگر فرض کنیم که بدونیم تو حوزه ما چند درصد حوزه شهر، منطقه شهری است، 10%، 20%، 50%، یا این چجوری تغییر کرده در 40-50 سال گذشته، به جای زمان مثلا میتونیم اینجا درصد توسعه یا درصد شهر رو به نسبت کل اضافه کنیم برای نان استیشنری یا نایستایی. یک مثال هم در همون مقاله که اشاره کردم، مقاله الیزا رانیو هست که نشون میده ما اگر در واقع بحث توسعه شهری رو در نظر نگیریم، خب یک گرافی در میاریم که در واقع ریتن پریود سیل با ریتن پریود مختلف رو به ما نشون میده. مثلا فرض کنیم میگه که
سیل 50 ساله رو اگه نگاه بکنیم، راناف معادلش فرض کنیم مثلا 60 متر مکعب بر ثانیه، ولی ما تو این منطقه درصد شهر رو داشتیم در طول سالیان مختلف، و تو این منطقه ظرف مثلا 50 سال منطقه شهری از 37 درصد به 62 درصد افزایش پیدا کرد. اگر این رو بیاریم در ناایستایی، آنالیز ناایستایی، ببینیم که همون در واقع سیل 50 ساله ما به جای اینکه مثلا 60 متر مکعب در ثانیه باشه، تبدیل میشه به حدودا 80 متر مکعب در ثانیه. این 25 درصد افزایشی که ما اینجا تو این شکل میبینیم به خاطر توسعه شهریه. این هم مورد خیلی جالبی هست که البته خیلی هم جدیده و در ایران هم من فکر نمی کنم انجام شده باشه به این شکل. فکر می کنم موقعیت خوبی باشه برای تست کردن این، و ما خیلی هم احتیاج به دیتا دقیق نداریم. ما اگه هر 10 سال یه بار هم حدوداً بدونیم که شهر ما چقدر رشد کرده، برای یه همچین آنالیزی کافی هست. تو این مورد خاص، تو همون مدلی که ما میخوایم فیت کنیم، به جای زمان عاملی که اضافه میکنیم مثلا اکس یو تو این مورد خاص درصد میشه گفت اربانیزیشن یا درصد توسعه شهری میتونه باشه. این کدی که گفتم غیر از اینکه سورسش هست، یعنی شما میتونید خود کد رو عوض کنین به هر ترتیبی که میخواین، یک گرافیکال یوزر اینترفیس یا یه اینترفیسی هم در واقع داره برای کسی که نمیخواد یا بلد نیست کار کدینگ یا سخته یا نمیخواد اصلا وارد اون مسائل بشه، شما میتونید این کد رو در واقع نصب کنین، دیتاتون رو لود کنین اینجا، مدلی رو که میخواین استفاده کنین انتخاب کنین، حتی میتونین همه رو تست بکنین، این که میخواین ایستایی باشه استیشنری یا نان استیشنری باشه، و مدل به شما خروجی ها رو میده. این مدل هم یه طوری نوشته شده که خیلی جنرال یعنی کلی باشه. شما میتونین دیتا آتش سوزی بهش بدین یا دیتا با دبی رودخانه یا بارندگی یا برف، برای مدل خیلی فرقی نمیکنه. مدل یه طوری نوشته شده که خیلی کلی باشه و برای حتی اخیراً برای کرونا وایرس دیتا هم دارن استفاده میکنن یه دیگه از همکار. پس در واقع یک مدل کلی هست که کاربردهای مختلفی داره از سیل گرفته تا خوش‌سالی و یا بقیه. من موقعی که این در واقع سمینار این در واقع اناونسمنتش توی سوشال میدیا گذاشته شد، یه عده‌ای به من پیغام دادن که اغلب دانشجویان که اگر ممکنه پیشنهاد هم برای موضوع تحقیق بدین در صحبتتون. حالا البته موضوع تحقیق همیشه باید با در واقع هماهنگی با استادهای اصلی باشه و من نمیخوام دخالتی بکنم، ولی خب گفتم چون پیشنهاد دادن من چند موضوعی که به نظر من جالب هست و مرتبط به ایران با شما شیر میکنم، و یه مقدار هم چیزهای شبیه پرونیوا که ما در دسترس قرار دادیم و شما میتونید استفاده کنید. اگه یادتون باشه من در مورد گلستان و لرستان اشاره کردم که کار خانم البرزی رو که داشتم برای شما ارائه میدادم، شما دیدین که یه روند نزولی ما داشتیم در بارندگی سالانه، ولی وقتی به اکستریم هامون نگاه کنیم یه روندش افزایشی داشت، یعنی اکستریم های ما در واقع تشدید شده تو سالهای اخیر. ما یه کاری اخیرا انجام دادیم که شاید جالب باشه برای منطقه‌ای مثل گلستان یا لرستان. اگر ما به intensity, duration, frequency curve یا منحنی شدت، مدت و دوره بارش اگه نگاه بکنیم، حالا تو این کاری که ما انجام دادیم ما دیتا های گذشته رو نگاه کردیم و همچنین سیمولیشن های آینده از مدل های مختلف، و ما دیدیم که اگه ما اینها رو با هم مقایسه کنیم ببینیم که IDF curve یا همون منحنی شدت مدت به سمت این قرمز در واقع شدت مدت آینده هست و توسی مال گذشته، و این تغییر به حرکت به سمت راست یعنی که اکستریم های ما دارش تشدید میشه. همونطور که میدونین این منحنی های شدت مدت و دوره بارندگی برای طراحی بسیار مهم است، همه جا از اینها استفاده میشه. من مطمئن هستم اگه این کار رو برای مثلا لرستان یا گلستان انجام بدیم قطعا چیزی شبیه این رو ما اینجا میبینیم. این نتایجی که من اینجا دارم نشون میدم برای کالیفرنیا هست،
ولی قطعا با اون روندی که دیدیم برای گلستان و لرستان هم قطعا همین خواهد بود، شاید جاهای دیگه ایران هم همینطور باشه. به همین ترتیب همین در این کار هم با همون مدل پرونیبا انجام شده. مدل پرونیبا به شما اجازه میده که ببینید مثلا چیزی که ما امروز بهش میگیم سیل 100 ساله در آینده چه سیلی خواهد بود. ما این رو برای خیلی شهرهای آمریکا و بعضی جاها در کالیفرنیا نگاه کردیم، دیدیم که مثلا این خط سبز در واقع سیل 100 ساله الان هست، بخش بارندگی 100 ساله الان هست و نشون میده که مثلا در شهر سان دیگو چیزی که ما امروز بهش میگیم 100 ساله تبدیل میشه به یه چیزی به 60 ساله، یعنی بیشتر اتفاق میفته، یعنی انگار داره شدت اکستریم همون افزایش پیدا میکنه. همونطور که گفتم این هم این شکل شکلیه که سمت راست شکل که من قبلا نشون دادم از گلستان. این بحث روند افزایشی میگه که قطعاً چیزی که ما امروز بهش میگیم 100 سال در آینده احتمالاً در بیشتر اتفاق خواهد افتاد. اینا نمونه کارهایی که شما میتونین با پرونیبا انجام بدین. همینطور میخواستم اشاره بکنم به دو تا تول باکس دیگه که اینها هر دو در وبسایت من هست. هر دو تا کار دکتر مشتبه صادق هست که ایشون چند سالی از الان استاد دانشگاه بویزی استیت هستن. یکی از اینها یه پکیج کاپولا هست که به طور کلی به شما اجازه میده رابطه بین متغیرهای مختلف رو نگاه بکنید. خیلی جنرال نوشته شده، یعنی برای هر نوع دیتایی میشه استفاده کرد. و دومیش مالتی هزارد سناریو انالیسیس تول باکس برای این طراحی شده که شما همین کاری که من اشاره کردم ولی در دو بعد انجام بدین، یعنی انگار که joint return period return level curves در بیارین. یعنی مثلا فرض کنین سطح آب دریا رو میخواین نگاه بکنین با دبی رودخانه برای سیل های ساحلی مثل اون شکل لورس سیستان که نشون دادم. این به شما اجازه میده که در واقع یک پدیده رو با دو تا متغیر نگاه بکنین. و البته فیچرهای دیگه هم توش هست مثل کانسپت هزارد سناریو که سناریوهای مخاطرات مختلف رو بررسی کنیم. این که مثلا دو اکستریم دقیقا همزمان اتفاق بیفتن یا اینکه دو اکستریم که به هم مرتبط هستن رو نگاه کنیم به طوری که یک کدوم به تنهایی بتونه ایجاد حادثه بکنه، که حالا جزئیاتش در مقاله 2018 Geophysical Research Letters توضیح داده شد. به بحث برف اشاره کردم، بسیار ناشناخته است در ایران. ما هم آمار کم داریم و هم اینکه در دسترس نیست، آمارهای محدودی هم که حالا شاید وجود داشته باشه. این پکیج MVCAP که به شما نشون دادم ما اخیراً استفاده کردیم برای اینکه ببینیم مثلا با آب معادل برف چه در واقع واکنشی نشون میده به لیول های مختلف گرمایش، از منفی یک درجه دمای متوسط تا تقریبا مثبت یک درجه. و این در واقع این دیستریبیوشن هایی که اینجا میبینیم قرمز مال حالت گرمتر هست و آبی برای حالت خنکتر. همونطور که میبینیم تو حالت گرمتر توزیع برف در واقع پیکش سریعتر میرسه و انگار زودتر میره و این میتونه هم اثرات سیل داشته باشه و هم اثرات خشکسالی. سیل در بهار و چون آب سریع از دست میره، خشکسالی در تابستون و حتی میتونه آتش سوزی ها رو تشدید کنه و حالا هزار داستان دیگه که عامل بسیار مهم و بسیار بسیار ناشناخته است و جای واقعا کار قابل توجه داره. کاری که ما کردیم نشون میداد که یک درجه، فقط یک درجه تغییر دما تقریبا 20 درصد دمای متوسط تقریبا 20 درصد آب معادل برف ما رو جابجا میکنه، که این بسیار قابل توجه است و قطعا برای ایران هم همین هست، به خصوص که خیلی از حوزه های ما در زاگرس و البرز برفگیر هستند. در همین راستا ما یک دیتای جهانی رو اخیرا چاپ کردیم و در اختیار هم قرار دادیم، آنلاین در دسترس هست، که در واقع اسمش هست
Snow Trout دیتا ست که لینکش هم اینجا هست. از طریق فیکشر میتونید کل دیتا رو دانلود کنین، شامل همه جا میشه از جمله ایران. و توی حالا بررسی های اولیه تو خیلی مناطق مثل شمال شرق ایران تغییرات برف خیلی قابل توجه بوده و البته جاهای دیگه زاگرس هم همچنین، ولی هنوز اینا استفاده نشده خیلی برای مطالعات برفی. این دیتا جهانی هست و همینطور که گفتم میتونیم قسمت ایرانش رو استخراج کنیم برای آنالیز های برف. شبیه همین یه دیتایی دوباره اخیراً این رو هم اوایل امسال در دسترس عموم قرار دادیم که در واقع هیت ویو رو در اختیار قرار میده با متریک های مختلف، که هیت ویو هم همین نقش خیلی مهمی داره در بحث ارتباطش با برف، سیل، آتش سوزی و خشکسالی. این دیتا در دسترس عموم هست و غیر از اون یک در واقع تول باکسی هم باهاش میاد که به شما اجازه میده که خیلی سریع مثلا دیتای یک منطقه رو استخراج کنید بدون اینکه لازم باشه تمام دیتا ها رو به صورت جهانی پروسس کنید. و حالا غیر از اینها توی مرکز ما دیتا های بارندگی جهانی بر اساس دیتا های ماهواره‌ای هم هست که احتمالا در موردشون شنیده باشیم، دیتا های بارندگی پرشین که بر اساس یک مدل ماهواره‌ای هست. موضوع دیگه ای که دکتر کاویانپور هم خلاصه اشاره کردن بحث اکستریم های ترکیبی، این که ما نگاه کنیم ببینیم ارتباط بین اکستریم های مختلف به چه شکل است، که هم در بحث سیل مهم است هم در بحث خشکسالی. مثلا در مناطق ساحلی سیل میتونه از سمت دریا باشه یا از سمت خشکی و هر دو با هم ارتباط در ارتباط فیزیکی دارن. در بحث خشکسالی ما میدونیم هیت ویو و در موج گرما و خشکسالی با هم از نظر فیزیکی مرتبط هستند و خیلی موارد دیگه. تو بحث سیل دوباره بحث برف و دما و رطوبت خاک همه اینا به هم مرتبط هست و میشه به اینها به صورت ترکیبی نگاه کنیم. یه مقاله در 2018 هست که حالا یه توضیحی در مورد اینها میده و اون در واقع کد MVCAD که گفتم اصلا طراحی شده برای اینکه شما آنالیزهای ترکیبی انجام بدین، اصطلاحاً compound event رو بررسی کنید. این ایونت ها هم انواع مختلف دارن، خیلی هاشون میتونه فقط اقلیمی باشه مثل خشکسالی و مثلا موج گرما، یا اینکه شما میتونید حتی عوامل انسانی رو هم وارد کنید مثل همون قضیه بحث سیل و نگاه کردن به توسعه شهری برای فریکونسی انعکاس. حالا جزئیات بیشتر در این پیپر و پیپرهای دیگه هم در وبسایت شخصی من هست. من در مورد برف یه اشاره کلی کردم ولی شاید بد نباشه یه ذره بیشتر اینو ربط بدیم به همین بحث کامپاند ایونتس. یه مثال خوب بحث ارتباط بین برف، سیل، خشکسالی و آتش سوزی، این چهارتا با هم به شدت مرتبط هستن، به خصوص در مناطقی که برف نقش قابل توجهی داره مثلا در زاگرس. ما چیزی در کالیفرنیا اخیراً متوجه شدیم و این که آتش سوزی ها دارن در ارتفاعات بالاتر و بالاتر رخ میدن. اگه در سمت چپ نگاه بکنیم، پایین سمت چپ، در واقع آتش سوزی ها رو با الیویشن داریم نگاه میکنیم، به هزار، یعنی 3000 متر. یعنی آتش سوزی هایی داره اتفاق میفته که در ارتفاع 3000 متری یا بیشتر 3500 متری حتی هست و وقتی منطقه میسوزه و در اون ارتفاع در زمستون هم برف میگیره و حالا برف اومده جایی که پوشش گیاهی دیگه وجود نداره برای محافظت برف و این برف سریعتر آب میشه و احتمال سیل رو افزایش میده در بهار و خشکسالی رو تشدید میکنه در تابستون و این دو ترکیبش میتونه عامل مهمی برای تشدید آتش سوزی هم باشه. ما این پدیده رو اینجا داریم میبینیم در کالیفرنیا. در ایران من اتفاقا اخیرا دنبال دیتا آمار آتش سوزی بودم که متاسفانه اون هم پیدا نکردم، ولی بر اساس همین گزارش های اخبار من نگاه کردم در زاگرس هم همین رو داریم میبینیم. آتش سوزی هامون اخیرا خیلیشون در ارتفاعات بالا هست و بعضی از عکس های ماهواره هم من در سوشال میدیا اینها از در اینستاگرام گذاشته بودم و
بعضی از اینا که من الیویشن رو چک کردم همین حدود 3000 2000 خورده ای، و این نشون بر اساس دیتاهای ماهواره، و این نشون میده که ما همین پدیده رو در منطقه زاگرس حداقل داریم. شاید البرز هم همینطور، ولی من زاگرس رو نگاه کردم و من اونطور که نگاه کردم هیچ مطالعه‌ای در این زمینه انجام نشده به طور جامع، خصوصی که همه اینا رو با هم دیگه دیدن همه اینا با هم دیگه انجام نشده. و البته آسون هم نیست چون دیتا زیادی احتیاج داره، ولی به هر حال یکی از موقعیت های مهم به نظر من برای یه اپورتونیتی بزرگ برای ریسرچ شاید تو این ارتباط بین این عوامل مختلف باشه. اینو هم از بعد استاتیستیکی میشه بررسی کرد و هم از بعد فیزیکی، و حالا هر کدوم جایگاه خودشو داره ولی هر کدومش میتونه خیلی جالب باشه. و مثال آخر در مورد سیل های ساحلی به عنوان یکی از مثال های اکستریم های ترکیبی، ما تو جنوب ایران به خصوص این مسئله رو داریم، به آبهای آزاد وصلیم. ما میدونیم که سطح آب اقیانوس ها، سطح آبهای آزاد افزایش پیدا کرده و در آینده هم افزایش پیدا خواهد کرد. مقدار آبی که به رودخونه میتونه منتقل بشه همیشه یک در واقع تابعی از اختلاف شیب هست، شیب بین در واقع رودخانه و دریا. هرچی سطح آب دریا بالاتر باشه، آب کمتری میتونه وارد اقیانوس یا خلیج فارس بشه، آب بیشتری بر میگرده، و حتی تو شرایط اکستریم رودخونه میتونه در محل تلاقی با دریا یا خلیج فارس برعکس حرکت کنه و سیل رو تشدید بکنه. این موارد همه جا اتفاق افتاده و بر بعضی جاهای دنیا ما اینو بررسی کردیم. آقای دکتر مفتخری همکار خوب من که الان استاد دانشگاه آلاباما هستن، مقالات خوبی در این زمینه چاپ کردن که خیلی جای کار داره، و همون مدل MVCAT و MAST که اشاره کردن میتونه برای آنالیز سیل های ساحلی استفاده بشه. من اخیرا دیدم دانشجویی تو این زمینه کار میکرد در خوزستان، ولی خیلی جای کار داره در ایران. فکر نمی کنم لازم باشه ما حالا همه این خلاصه ها رو اینجا بگم، ولی به طور کلی در سیل های اخیر ما عامل انسانی رو به وضوح می دیدیم. بحث جنگل زدایی، توسعه شهری و خیلی عوامل دیگه که در واقع کوانتیفای کردنش یا عدد و رقم براش در آوردن آسون نبود، ولی به هر حال واضح بود. ما به اینها به طور کلی میگیم سیل انسان ساخت، و در واقع منظورمون در واقع هایلایت کردن یا نشون دادن بحث آوردن توجه به مسائل انسانیه. درسته که خیلی وقتا و همه جا بالاخره اکستریم های اتفاق میفته که از کنترل خارجه و شاید هیچ وقت اتفاق نیفتاده بوده، ما براش آماده نباشیم، ولی ما باید سعی کنیم که حداقل عوامل انسانی رو حداقل کنیم. ولی متاسفانه وقتی در 10 سال میبینیم 11% جنگل از دست رفته، این نشون میده که ما مقصریم و باید و این مشکلی قسمت بسیار بزرگش بحث عامل مدیریتی هست. بحث سطح هم که عرض کردم ناشناخته است و بحث مدیریتش حداقل برای ما قابل آنالیز نبود. امیدوارم روزی برسه که این دیتا ها در دسترس عموم باشه و ما بتونیم و همه بتونن به این آمار به صورت مستقل نگاه بکنن و قطعا نتیجهش برای همه مفید خواهد بود. و در آخرم برای دانشجوانی که علاقه دارن کارهای مشابه انجام بدن، کدهای ما تا حد امکان همونطور که گفتم در وبسایت هست و همه شما اجازه دارین هر جور دوست دارین این کدها رو عوض کنین و به هر طوری که دوست دارین تغییر بدین، و امیدوارم حتی بتونین اینها رو بهتر بکنین و مطمئن هستم که امکانش هست. و به بحث های به خصوص ناشناخته ما، مثلا همون بحث برف ارتباطش با آتش سوزی، سیل و خشکسالی، که من در جایی اخیرا گفتم ما اگر نگاه کنیم به مقالاتی که چاپ میشه در همین مثلا 1 سال گذشته، حداقل 200 تا مقاله شما پیدا میکنین در مورد بهره برداری بهینه سد چاپ شده، حتما دیدین همتون. خیلی جالبه، خیلی از اینها تو حوزه های برفگیر هستن، ولی به هیچ عنوان یک کلمه در مورد برف صحبت نیست. چطور ما میتونیم در مورد مدیریت بهینه مخزن حرف بزنیم وقتی نمیدونیم مثلا برف ما چقدر بوده، اصلا کی اومده کی رفته؟ ما بحث‌های بسیار ناشناخته داریم که نمیدونم به چه دلیلش هیچ کس سراغ اینها نرفته،
و شاید بد نباشه که یه مقدار برگردیم و به بحث‌های پایه‌ای بپردازیم. هم پایه منظورم همین ارتباط بین مثلا اصلا اینکه برف ما چقدر داریم خودش بحث بسیار پایه‌ای هست و بحث‌های از این قبیل. در آخر هم باید بگم که هر چیزی که من ارائه کردم البته نتیجه کار گروهی هم همکاران و هم به خصوص دانشجوهای ما که اینجا بعضیاشون رو میبینین، به خصوص خانم آنسه البرزی و الیزا رنیو که قسمت اعظم قسمت کار مربوط به اینها بود و بعضی از کدهایی هم که فکر کنم اشاره کردم دکتر صادق و سایر همکاران در این کار خیلی کمک کردن. خوشحال میشم اگه یک سوالی باشه بتونم جواب بدم. در خدمت شما هستم.